سلام سلاتین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودتون. میپرستمتون، من عاشقتونم. من شما نشون میدین که خدا چه نگاهی به من داره. اوکی، چون خدا زبون نداره و من این بهم ثابت شده که خدا زبون نداره و شما میشی زبون خدا. تویی که میای به من میگی که چقدر خوب صحبت میکنی میشی زبون خدا. تویی که میای به من میگی که مثلا 5 ماه دیگه من مطمئنم 10K سابسکرایب داری میشی برای من زبون خدا. خیلی ممنونم از این که شما رو دارم. خیلی ممنونم از این که شما انقدر به من حس خوبی میدین. خیلی ممنونم از این که شما انقدر با انرژین. خیلی ممنونم از این که شما انقدر حرف من براتون ارزش داره. خیلی ممنونم از این که شما انقدر دوست داشتنی و مهربونی. این پیج صرفاً یک پیج آموزشیه، پس لطفاً جنبه گوش دادن به این اطلاعات رو داشته باشید. اینستای من این پایین میاد، فالو کنین تا آخر پست ببینین. اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو روشن کنین. امروز میخوام در مورد تجربه شما از بد تریپ شدن با ماجیک ماشروم صحبت کنم. حالا منظور از ماجیک ماشروم سایکدلیک ها هستن که میشه ماجیک ماشروم، LSD، DMT. دو تا پست توی کپشن براتون میذارم، حتما اونا رو ببینین. یکی راجع به اینه که سفر به دنیای سایکدلیک یعنی چی و دومی راجع به اینه که بد تریپ شدن یعنی چی. برای همین زیاد وقت نمیذارم روی این مسائل که اصلا بد تریپی. چقدر توپق میزنم امروز. خوب صحبت کن، بهت میگم خوب صحبت کن با تو هم. چشم سلطان، چشم حتما بایستین یه 5 ثانیه ای. میخوام در مورد این صحبت کنم که آقا شما، یکی از دوستان که خیلی ازش تشکر میکنم، اومده بود تجربه خودش رو از بد تریپ شدن برای ما نوشته بود، به اشتراک گذاشته بود و میخوام برای شما تجربهش رو بگم که شما بدونین آقا ممکنه با چه چیزایی در تماس باشین موقع بد تریپ شدن. بسم الله. نوشته که خیلی بازم ازت تشکر میکنم. من دیشب تنها برای اولین بار زدم، حدود 1.5 گرم. باز هم میگم بهتون گفتم ریسک هایی که شما رو توی بد تریپی قرار میده چیه، حتما پست توی کپشن رو نگاه کنید. من دیشب تنها برای اولین بار زدم، حدود 1.5 گرم. تا 2 ساعت اول هیچی نشدم و دلدرد و تگری داشتم. بعد یهو رفتم پرخوری کردم، یهو شروع کرد گرفتن. خیلی بد تریپ شدم، همش گریه میکردم و غمگین بودم. قیافم رو تو آینه نگاه میکردم میترسیدم، چون مردمک چشمام خیلی بزرگ شده بود. کلن خیلی حال بدی داشتم، فاز مرگ عزیزان، و اینکه چقدر خانوادم رو دوست دارم. حالم خیلی بد بود، اونقدی که نمیتونستم برم سیگار بکشم چون حس میکردم بالا میارم. رفتم به زور بخوابم، چشامو میبستم، همش تصاویر عجیب میومد با رنگهای مختلف و اذیتم میکردن. چشمامو باز میکردم سرگیجه داشتم و همه چی تأخیر داشت. الان باز یکی میاد میمیسه اوه چقدر برا تأخیری خوبه، و همه چی تأخیر داشت. شاش داشتم، به زور خودم رسوندم دستشویی. شاش منظورشون همون جیشه. جیش داشتم، به زور خودم رسوندم دستشویی. 3 ساعت تو دستشویی بودم، کف دستشویی رو نگاه میکردم، حس میکردم سرامیکا دارن زیاد میشن و قفل شدم. اومدم بیرون به ترک سیگار فکر کنم، ولی هیچ ایده‌ای نیومد و کلن گیج و منگ بودم. بعد از 3 ساعت از گرفتنش گفتم خدایا چرا تموم نمیشه. و وقتی تو به این مرحله برسی، یعنی این جمله که خدایا چرا تموم نمیشه، یعنی برو که رفتی تو فاز بعد. و گفتم خدایا چرا تموم نمیشه، همش میترسیدم تا آخر عمر همینجا بمونم. با قرص کلوناسپام به زور خودم رو خواب کردم، حتی توی خواب هم هوشیار بودم. آقا در کل دیگه نمیزنم،
کلن من چت هم که میکنم بهم نمیسازه و حالمو بدتر میکنه و مغزمو میساد و نشگی بیشتر بهم میسازه و اس میکنم. آدما فرق دارن. حالا بعد نوشته دوستان این دارو به بعضیا نمیسازه، پس اگه نزدی قبلش فکراتو بکن، تنها هم نزن. من توی یک آپارتمان که هیچ آدمی نبود زدم، هیچ آدمی. دیشب حدود 4 بار توهم صدا هم زدم و یکی اسممو هی تکرار میکرد، خیلی بد بود. یه لحظه حس کردم شیزوفرنی شدم. آخه من خودم کلن آدم عصبی و استرسیم. اینجور مواد میگن خوب نی برای ماها و یکم حالت پارانوید و شکاک و بدبینی میده. یه چیز دیگه هم، من همش به مواد توسل میجویم و حس میکنم باید با یک ماده بیاد که زندگی منو عوض کنه و این بزرگترین اشتباهه. آدم باید از قدرت خودش استفاده کنه و ارادهشو نکشه. خیلی ممنون، مخصوصا خیلی از حسن ختامت ممنون، خیلی خوب تموم کردی. ما دراگ بازا همیشه فکر میکنیم باید یه چیزی بیاد که زندگیمونو خوب کنه. دوستان باور کن، تو رو چون مادرت باور کن. من خیلی دوست دارم تو اینو بفهمی، خیلی دوست دارم. طرف میگه من فلان شده زندگیم، دوست دارم سایکودلیک بدم، من فلان دوست دارم. آقا سایکودلیک آخرین روشه. مثلا طرف اومده خودش رو پاره کرده، یه دانشمند قرص ضد افسردگی رو تولید کرده و ثابت شده که این قرص باعث افزایش سروتونین و بهبود وضعیت شما میشه، بعد تو میای میگه که من میخوام سایکودلیک بزنم. چرا چیزی که در شاید 10% موارد ثابت شده حال تو رو خوب کنه بیای بزنی، ولی قرص روان، قرص ضد افسردگی رو نری بخوری؟ اون به خاطر همون کرم کونه. باور کن این کرم کون تو رو داره میگاد، دوست من داره تو رو میگاد. به خدا اون کرم کون همونیه که به هیتلر گفت برو آدم بکش. 1000 بار اینو بهتون گفتم. فکر نکن تو با هیتلر فرق داری. تو اگه به اون خیلی گوش بدی واقعا میری به یه سمتی که کارتون خواب میشی. نباید به اون زیاد گوش بدی، واقعا دارم میگم، واقعا دارم میگم، به اون گوش نده، به اون کرمه گوش نده. اون فقط کارش اینه که به تو دستور بده. تو برای عوض شدنت دکتر هست، کتاب هست، خانواده هست، میخوای ترک کنی، معتاد زاری، کمپ هست، همه اینا رو تو رفتی دیدی نشد، بگو اوکی حالا میخوام ماشروم بزنم. بابا بد تریپی یعنی شما میزنی و فکر میکنی خیلی بد حال بده، ولی به یه جایی میرسی که میدونی راه برگشتی هم نداره، دنده عقب نداره. ماجیک ماشروم دنده عقب نداره. دوست من فکر نکنی کسی که الان این کامنتو گذاشته دیگه بعد از اون تریپش برگشته به حالت قبلیش. نه، اون صحنه هیچ موقع از یادش نمیره، اون شب هیچ موقع از یادش نمیره، اون شب همیشه توی ذهنش هست. دوست من فرار نکن از مشکلاته. دوست من انقدر باور کن این که تو داری میگی من میخوام برای فلان مشکلم ماجیک ماشروم بزنم، به خدای احد و واحد تو نمیگی اینو. یه لحظه با خودت فکر کن یکی به تو میگه که اینو بگو، یکی به تو میگه که اینو بگو، یکی به تو میگه که اینو بزن، تو به اون نمیگی اینو نمیزنم. میدونی چی دارم میگم؟ تو باید خودتو و این مغز تو بشناسی. کر خد دیگه، نرو رو مخ من بابا، نزن جون مادرت. بدون آگاهی نزن، برای هر مشکلی نزن. طرف میگه آقا من امتحان دارم، میترسم، استرس دارم، میخوام ماجیک ماشروم بزنم. من نمیدونم، میخوام سیگار رو ترک کنم، ماجیک ماشروم بزنم. من میخوام با زنم رابطم بهتر شه، ماجیک ماشروم بزنم. من میخوام نمیدونم صبح زود از خواب بیدار شم، ماجیک ماشروم بزنم. دیگه برو کم کم برای زود انزالی هم ماجیک ماشروم بزن، برای نمیدونم اینکه زندگی بهتر حال بده ماجیک ماشروم بزن. دیگه برو برای اینکه شاشبندم شدی یه روزی برو ماجیک ماشروم بزن، شاشت باز شه. اگه یوبسی هم یه روز برو ماجیک ماشروم بزن خوب شی. بابا ماجیک ماشروم کی گفته این کارا رو میکنه؟ من میخوام بیشتر خودم رو بشناسم، ماجیک ماشروم بزنم. تو میخوای بیشتر خودتو بشناسی، برو کتاب بخون، برو مولانا بخون، برو قرآن بخون، برو ببین محمد چی کار میکرد که توی قاری میشست و بهش الهام میشد.
و اون الهامات همونایی که تهش قراره دو خط از اون الهامات به تو برسه رو ماجیک ماشروم. میخوای خودتو عوض کنی، برو قرآن بخون، برو انجیل بخون، برو نمیدونم کتاب بخون، برو مولانا بخون. ببین مولانا چی بوده که میشسته کنار آتیش اینجوری مدیتیشن میکرده، یکی کنارش بوده این میگفته و اون مینوشته، پشمات بریزه. بعد تو میخوای بری ماجیک ماشروم بزنی برای مشکلاتت، با این همه راه دیگه از کی گفته ماجیک ماشروم تو رو 100% یعنی معجزه میکنه؟ دست مسیحه بابا. بی خیال دوست من خیلی نگرانتم. میدونی تو رو اگه میخوای آینده، من خودم رو دارم 4 ماه خود قبلی خودم رو میبینم و با الانم مقایسه میکنم، میبینم such a wow، تو چی شدی پسر؟ و فقط مدیون اینم که نگفتن رو یاد گرفتم، فقط فهمیدم که اینی که توی مخ منه و توی مخ تو هم هست، جای این که بهش بگی بله، فقط باید بهش بگی نه. فقط باید بهش بگی نه. اگه میگه دیر برو خونه، باید زود بری خونه. اگه میگه دیر از خواب بیدار شو، باید زود بیدار شی. اگه میگه سایکو بزن، نباید بزنی. اگه میگه سیگار بکش، نباید بکشی. اگه میگه نمیدونم با فلانی قهر کن، نباید بکنی. اگه میگه هر چی، باید فقط برینی روش. به خدا که داره پر رو میشه، به خدا ما رو داره به یه سمتایی میبره. نگاه کن طرف بد تریپ شده، تو چه فازی رفته، فقط به خاطر اینه که به اینی که تو مغزش بوده گفته چشم نوکرتم قربان، تو قربان اونی، تو باید به اون دست بدی، تو باید به اون دستور بدی، تو قربانی اون قربانی، نذار اون قربان باشه تو قربانی. چه جمله جوشید، چه جمله جوشید. عاشقشم، عاشقتم دکتر، مریضتم دکتر. دوستان ازتون خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم، همیشه راه آخر رو به عنوان راه اول انتخاب نکن. اگه هر مشکلی داری، برو برای حل شدنش کتاب بخون، کمپ برو، برو برای حل شدنش دارو بخور، برو پیش روان پزشک. همه اینا رو اگه امتحان کردی به نتیجه نرسیدی، اون موقع مقالات گفتن ماجیک ماشروم میتونه مفید باشه، میتونه. نگرانتم، واقعا دارم میگم، شدیدن نگرانتم، شدیدن دوست دارم که میدونی اصلا عشق یعنی این که تو بدون هیچ چیزی از درون تغییر کنی. عشق یعنی این، اگه تو با ماشروم تغییر کردی بدون هیچ گوهی نیستی. ببخشید، واقعا ببخشید کسایی که با ماجیک ماشروم زندگیشون رو عوض کردن، اگه هستن تو پیج. خب واقعا دارم میگم، به خودم هم میگم، اگه ما با ماجیک ماشروم زندگیمون تغییر کرد، باید بدونیم هیچ گوهی نیستیم. شاخ واقعی، با غیرت واقعی، مشتی واقعی، لوتی واقعی، اونی که باید تو پیکا سلامتیش زد، اونیه که تلاش کرده برای درست شدن، اونیه که کتاب خونده برای درست شدن، اونیه که وایس گوش داده، اونیه که دوره آموزشی رفته، اونیه که پیش روانپزشک رفته، اونیه که دویده برای اینکه برسه. امیدوارم از اونا باشین، امیدوارم از اونا باشین، و امیدوارم که بتونم کوچیکترین نقشی توی خوب شدن حال شما داشته باشم. خیلی دوستتون دارم، باور کنین. عجیبه برام، واقعا عجیبه برام. من میام این پشت برای شما فیلم بگیرم، اتکلون میزنم. من میام این پشت برای شما فیلم بگیرم، عینکمو تمیز میکنم، قبلش حموم میرم، اینقدر شما رو دوست دارم. حس میکنم قرار جلوی واقعا سلاطین این کشور بشینم. حس میکنم شما میتونین آینده این کشور رو بسازین. میدونی چرا؟ چون خورشید از پس تاریک ترین لحظه شب طلوع میکنه و ما هممون به تاریک ترین لحظه های شب رسیده بودیم یا الان درونش قرار داریم. پس من اسم میکنم شما میتونی آینده این کشور و آینده مردم تو بسازی. خیلی ها دوستان مثل من و شما نبودن،
خیلی ها من و شما رو تجربه نکردن، خیلی ها مثل من و شما قصه ندارن، خیلی ها مثل من و شما به گاه نرفتن، خیلی ها مثل من و شما به قهقرا نرفتن. برای همینه که ما انقدر خوب راه به گاه رفتن و بلدیم که میتونیم خیلی راحت به سعادت برسیم. امیدوارم اون همای سعادت روی شونهاتون بشینه. لایک و کامنت و سابسکرایب اگه دوست داشتین خیلی لطف میکنین به من انجام بدین. اگه تجربه ای از بد تریپ شدن دارین حتما توی کامنت ها بگین، از تجربیاتتون استفاده خواهد شد. دوستتون دارم. خاک پای شما، سرمه چشمای من. تا دیداری دیگر.